نو ان سی او دو و یک تیاره انتقالاتی. اینا آمریکایی روسیه. سلام بچه ها، ببینید چی آوردیم براتون. چجوری با سلام خندیدی؟ نه خواستم من یه سورپرایزی بگم دیگه، گفتم بذار با خنده بگم که آقا شاداب دیگه، میدونید دیگه آقا نظامی وزارت دفاع افغانستان، وزارت دفاع نه واسه اینجوری بعد ببینم میخوام درستش بگم. ببین دقیقاً اینجوری میگه، افغانستان دفاع وزارت باری کلا این درستشه. ببین وزارت دفاع افغانستان اومده چیکار کرده؟ این هواپیمای رفت چیزی هستش، حمل و نقل، ترانسفری میشه دیگه، درسته؟ آره دیگه، ترانسپورتی، حالا انگلیسیشو میگن تو افغانستان، همو حمل و نقلی میشه واسه یه مثلا امکانات نظامی و وسایل نظامی رو بخوان انتقال بدن از جای به جای. یا دیدی اصلا مثلا آقا جابجایی ها و آدما دیگه، آدم و نیرو میخوان اینا رو ترمیم کردن و خب برگردوندن. این ترمیم کردن هم خودش یه علم بزرگی میخواد، همون داستانی که خب مثلا الان توی مهندسی معکوس مثلا ایران خیلی کارش مثلا خفنه. خب شما این که بتونی یه چیزی رو ترمیمش هم بکنی و تا دیروز شاید مثلا آدمش رو داشتی الان از کشورت رفته باشه، بتونی دوباره برگردونی علمش رو داشته باشی، این خیلی خفنه. آره دیگه، فردا روزی آقا دست پیدا می‌کنی میگی آقا من اگر مثل اینم نتونم بسازم حداقل شبیه اینو می‌سازم. آره دیگه، اصلا قطعشو می‌سازم فقط. آره قطعی که نیاز دارم می‌سازم تو کشورمو می‌سازم خودم. بریم سراغ این ویدیو از کانال AF جورنال، دمتون گرم، بریم سراغ این ویدیو. Let's go. او اینا سا اینا باز کوچیک‌تر از تیاره ترانسپورتی نظامی توسط انجینران وزارت دفاع امارات اسلامی. آجی همین مهندساشون. آخه این نمیدونم این آرم چیه، ولی بیشتر زمان جمهوری اسلامی میدیدیم این آرمو. آره الانم هست اینجوری یا نه؟ دو بال تیاره نو NCO2 و 308 ترمیم کردید. طول 8 ماه ما به تعداد 3 بال تیارات NCO2 را فعال ساختیم. این تیاره های فعالیت های را در ارتش امارات اسلامی قوای هوایی افغانستان او پر نو شرایطو که در تیاره مدادی بوری است که پلوار ارتفاعاتو که بوچیت ارتفاعاتو که و چند پرونده ترانسپورتی افغانستان و تاجیکستان و ازبکستان منتقل شدن. چرا؟ برای تعمیر احتمالاً دیگه. تاجیکستان یعنی ازبکستان و تاجیکستان تعمیر میکنه. آره دیگه. آره دیگه. خب همکاری دیگه. بس همکاری که نه، بس اینکه خب اونجا میفرستن، خب قطعا امکاناتش بیشتره. بعد تاجیکستان علاوه نظامی هم خب با روسیه خیلی در ارتباطه. آره. خودشو قوی کرده. ساخته دیگه. آره دیگه، ساخته خودشو دیگه. در اختیار خود داره. اینا خوشگله. ملخیه. چقدر هواپیما پایین بود. آره دیدی چقدر هواپیما پایین بود دیگه، میدان هواییه دیگه. عنایت الله خوارزمی سخنگوی وزارت دفاع ملی امارات اسلامی به خبرنگاران گفته که در تازه ترین مورد دو بال تیاره ترانسپورتی نظامی نوع NCO2 و یک تیاره انتقالاتی. اینا آمریکایی روسیه. نمیدونم بچه، اگه میدونید بگید. نمیدونم روسیا. ببین این کابینش خیلی درازه، مثل سوسمار میمونه. آه؟ ولی مال آمریکا این توپوله. دماغش گنده. آره آره. نو AAN-26 ترمیم و آماده پرواز شده است. با تلاش مستمر و شبان روزی تیم تخنیکاران، انجنیرهای عنایت الله خوارزمی و کادرهای مسلکی در عموم، تمام پرسنل قوای هوایی دو بال تیاره نو NCO2 و 308 ترمیم گردید. دو تا نو؟ نه این نو اسمش بود، منم یه لحظه فکر کردم نو دو. دو بال تیاره نو NCO2 و 308 ترمیم گردید و اولین پرواز خود را موفقانه. اینا دیگه دلاروده رو ریختن بیرون. اوه حاجی، اینو گفت اولین پرواز. بچه خیلی سخته اینکه یه کشوری امکاناتشو نداشته باشه بخواد یک بالگردی رو، میگم بالگرد، یه هواپیما یا بخواد تیاره رو درست کنه، تیاره رو بخواد درست بکنه، بعد بخواد سوارش بشه. میدونی ما چقدر شهید دادیم تو ایران سر همین موضوع که ترمیم میکردن بچه ها، بعد بلند میشدن مشکل پیش میومد، چون فکر کن دیگه انقلاب شده بوده، جنگ شده ایران، باید خودشون جمع بکنن، میرفتن بالا میخوردن زمین. یه تو فکرم در حد دو بار این اتفاق افتاده بود، پیش میاد یه چیز طبیعیه تو بسیار نظامی تو جهان. مثلا شهید باید بدید یه تا اون برسید. الان سالیانه خود آمریکا آماره که دقیق به تو میگم، حداقل سالیانه بالای 6 تا هواپیمای عادی نظامی ها بیخیال اشتباهی میزنن، اصلا خود نظامی اشتباهی میزنه سالیانه. در حالی است که چندی قبل نیز تقریبا 7 یا 8 بال تیاره دیگر نیز ترمیم کردیده بود.
اما اگر نگاهی به گذشته بندازیم در حالت فتح در هنگام فتح یا این بالگردای اتکینگ حمله تیاره فعال هم نداشتیم چون تمام آنهای تیاره هایی که موجود بود به دست اداره اشغالی تخریب گردیده بود زده بودن ترکونده بودن اون موقع میگه اصلا زمانی که پست رو تحویل گرفتن هیچی نداشتن با تیارا چیز دیگه هاچی تو نگاه کن الان داشتن میرفتن بعد آخه یه کار رو عجیبی هم میکردن میزده شیشه شو میشکوندن نه اونا حالا هیچی اینا برای تخریبش بیشتر بوده تخریبش بیشتر بوده که نتونسته یه سیما رو قطع میکنن یه چیزی رو ور میدارن یه آقا یه مغز هواپیما رو ور میداره خداحافظ استفاده از کادرهای مسلکی انجینرهای داخلی الحمدلله امروز ما تعداد بالای بیشتر از 50 بال تیاره موجود او چه خوشگل شده 50 تا میگه داره ضمن تقدیر از تلاش های شبان روزی انجینرهای مسلکی و پرسنل قوای هوایی گام های اینا دیگه داخلی و کادر اینا بیشتر فکر نمی کنم نظامی استفاده بشه حالت جت مانند شخصی هم میشه اینا آخه دیگه این همه شخصی آخه دیگه میخواد چیکار کنه شخصی نه منظورم که شبیه تو فاز اوناست ولی حالت... باز استفاده میشه دیگه و چون آخه این اینجوری چیز داره پره داره آره پره داره قدیمی آن از آخه همون سر صدای زیاد و اینجوری صدا میده دیگه آره. اون یکی هم صدا میدن ولی اکثر نظامیان هم چرا پره داره نمیدونم چرا خوارزمی افزودن با تلاش فراوان بخشای قوای هوا میدونیم پره چیه بچه ها شما هواپیما عادی رو میبینید یه چیز حالا این چیز خوبی شاید نباشه ولی یه چیز گرد داره بعد اون پره که داریم ما میبینیم اون پره رو توش کار کردن اصلا توش یه داستان دیگه است این پره یه سیاره است توش هست ولی این پره ها بیرونه دوتاش هم خطره ولی خب خطر اون کمتره یعنی یک خطرش کمتره شما تو اون پره خب میکشه تو دیگه درسته اینجوری دیگه از اونور میده بیرون شما اون کاملا دوروورش بسته است یعنی از دوروری آسیب نمیدید ولی این دوره میشه بیرون یه لحظه فکر کن آقا اون در بره هم کابین رو نصف میکنه آره دیگه حساب کن رو هوا یه لحظه در بره که نمیره ببین مثل این میمونه که مثلا آقا تصمه تایم ماشین در بره همش در ره میره 24 که بالاخره یه ساخته شده دیگه ساخته شده کار کرده نمیگم که هر لحظه من در میره جالبیه که بهش فکر بکنی بگی فکر کنم مثلا پره در بره چه به نظرت نه همون داستان اون چکست دیگه مثل اون اینم الان یه لحظه میبینی در رفت دیگه جنس مثلا 30 سال کار کرده 20 سال کار کرده دیگه آره دیگه ترمیم شده هوایی وزارت دفاعی رو هوا در بال تیاره بال ثابت و بال متحرک ترمیم گردیده و آماده خدمت خیلی بد میشه امارات اسلامی شده است این آدیگه آجی این پشت چیز داره از این کاراج ماننده است بخبال مهارت سر آقا تهره جوار کرد و پال کرد بر برداری تا چه آقا یوا تهره مورد پاول اورا اینا دارن رنگ بنگ بزنه اتا بالا تهره لرو ولی این رنگی به نظرم خیلی خوشگل تر از سفید بود اولی ورز خچ مو جاغلی دی زایت از جمهوریت مشتا یو بال تهره نو اپریر ببین ازاده دی اسمشو AN32 آ 32 بی این موتورایی که میگی اون تو همه چیز تونه همون موتور اونا الان داخل این پشته اینا رو نمیدونم من نمیدونم اینا برای چیه تو آخه اینا قدیمیه ببین میدونم الان جدیدارم میزنن از اینا باز میذارن نه من ندیدم الان روسیه رو برو از همینا میذاره سمت اوکراین که حمله میکنه از همین هواپیما روسیه یه دو تا میندازه براش بمب میندازه و میره یه کاربوی احس میکنم مثلا این مدلی باشه شاید وزن بیشتری میتونه تحمل کنه یک منطق بس چی میگن الان سوخت ارگونومی سوزه دیگه ارگونومی ماننده یعنی بس علمی داره که آقا این شاید بتونه مثلا حجم بیشتری رو انتقال بده نمیدونم سرعت بیشتری داشته باشه یا کمتری نمیدونم من اصلا مغزم هک کرد یه لحظه یک منطقی داره که قطعا از علم ما خارجه او امکانات مخفل داخلی امکاناتی که خارج از خانه پرزام مشتر آورده سه نه دقیقه مرتسه فکر کنم پشتو فهمیدم چی گفتم فهمیدی؟ میگه با امکانات کمی که تو داخل داریم بالاخره تونستیم مثلا جمع کنیم دیگه سالی تهری و دیپوگان که مش پرزاجات رو داغم و راویستل رخبل تخنیکی پرسنال پمرد سر دا تهری مشمال کردیم آن صدا رو دیدی؟ وزارت دفاع حکومت چه صدا کمی داشت؟ روند ترمیم و فعالسازی تیارا شمشاد
و غیر فعال توسط این مال خیلی سوال آجی راحت 40 50 سال پیشه. اینا مال آمریکا نیست، اینا مال روسیه است احتمالاً. آره. مال زمان همون دکتر نجیب و ایناست دیگه. راحت 40 شوروییه، مال زمان شوروییه. حاجی این روسیه سمت اوکراین هواپیما میفرسته 2500 تا گلوله بهش برخورد کنه موجه به نظر میشه. هواپیمای روسیه خفن‌تره یا هواپیماهای آمریکا؟ من علاوه اون کیفیت کاری یا مثلا کیفیت خوشگلی و ولی اینو بگم هنوز که هنوز ببین علم خیلی پیشرفت کرد ولی هنوز که هنوز خود آمریکا هم میدونه رو دست F14ش نمیه. الان F14ش هنوز داره خدایی F14 چی الان یه دونه F24 زده همون میگم خود میدونم همون درجا بلند میشه درجا بلند میشه میشه باز هم خود آمریکا قبول داره که F14 چیز دیگه بود. آره F14 ایران هم یه چند تا داره دیگه چند تا که ایران خیلی داره F14 بیشتر آخه اونی که به کارش بیاد سوخو الان سوخوهای جدید روسیه رو گرفته دیگه دو سه تا مدل سوخو و یه مدل سوخو برابرداری کرد دیگه ایران قرار بود وسیله بده بهش نه 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 نه, نه. بده که زمان جنگ بود که روسیه به ایران نداد چیزا رو چیزام دیدی که دمتون گرم بچه‌ها که تماشا کردید لایک سابسکرایب بکوبید زنگولی سارو حمایت رو بعد تا ویدیو بعدی بدرود.